پدر قتل کرد رفت زندان، هیچ ربطی هم به دلدادی که شماها نداشت. میشه بابای اون تو زندان باشه من عروسان خانواده شم؟ نمیشه. نمیشه. پس فراموش کن و برو در اون مغازه رو ببند. قیاس برگشت با من سر شوهرت با من بجنگ، دعوا کن، بدو بیراه بگو، اما برای آهیت مادری کن. خواستی برگردی؟ با پسرت به قصد خواستگاری برگرد. نرو ماما زیبر، من نمیام. اگه بیام به دکار خودم میشم. مبارک. سه روز مونده بید، نکشیدش. خیلی قبول آقا سلمان. سه
سه روز مونده بید نکشیدش. چشم معلم چشم. سه روز مونده بید نکشیدش. نه بابا میرسم بهش، کودم بدم پاش. سه روز به اید مانده نکشیدش. بله آقا. چای بریزن؟ اگه زحمتی نیست بقیه سبزه رو پخش کن تو سلولا. بهادر همه ماجراش با شما رو گفت. بقیه سبزه تو حیاتن. بدیم. بند ما قاتل هاست، شما که دزدی اینجا چی کار میکنی؟ اومدم رفیقم رو ببینم. سلمان امیرعلی سبزه خیرات میکنه تو بند قاتل ها. چی کار کردی ناکردار؟ چی کار کردی با زندگی و آبروی من؟ تو انگشتر جواهر رو هم رفته 560 میلیون، نه 600 میلیون، اصلا یه دنیا میلیون. میارزید؟ میارزید به کاری که با روح و روان و آبرو من و خونم آدم کردی؟ من گفتم آقا ولی رو بکش. به من اومده بودم دنبال انگشتری که تو دزدیده بودی، وگرنه بیل دستم نگرفته بودم زندگیمو پارو کنم تو آشغال دونی. قسم جواب و فریاد و کشتن نبود، تو شانم نبود. تو شدی جاده صافقون خشم و شیطون. منم دارم حبسشو میکشم. آخه حبسوس تو این ماه اصله، آب رفته زیر پوستت. چی کار داری به من که هفته دوبار تو نمازتون قشم میکن؟ دو تا شاگردم زندون بودن، زندون عراق. آزاد شدن رفتم دنبالشون سراغشون. همچین استاد استادی بهم میگفتن که بیا و ببین، همچین با افتخار از زندونی که کشیده بودن حرف میزدن که بیا و ببین. زندون دشمن کجا؟ زندون وطن کجا؟ زندون پای وطن کجا؟ زندون پای قتل و دوتا انگشتر کجا؟ قربت این زندون، دوری و غم خانواده هم، غم پسر خونه نشینم داره میخوزد. دارم از بیرونه میشم، پسرت داره دماد آبجیم میشه. 6 ماه قرار بشه، پس که دنبهش باید قبول کنه اونو حالی یه سند معذری تنظیم کنن که دیگه دنبال آزادی تو نباشن. آخه مگه همچین سندی تو هیچ معذری وجود داره؟
آبجین میگه وجود داره. آبجین میگه وجود نداشته باشم، قسم به قرآن که وجود داره. خدا قرآن رو واسه قسم خوردن بهش نرسون دست مردم، واسه خوندن رسون، واسه نقشه راه. حیف قرآن و کلام خدا نیست پاشو بکشونه به این ماجرا. حیف نیست؟ آبجی میترسه رضایت بده، میترسه رضایت بده فردا همه بگن شوهر 20 سال بزرگتر از خودشو کرد زیر خاک و قاتلشو از زندان آورد بیرون، تازه دخترم داد به پسرش. وگرنه کینه ای نیست. خواهر والدی شما رضایت هم که بده، این مهر تا ابد رو پیشونی من مونده. چشم عروسم نگاه کنم که داغ باباشو رو دلش گذاشتم. من نرم بیرون چیکار کنم؟ صورت زیور شده قد گنجش، دختر بیچارم، دختر تازه عروسم. سند نده عروست نمیشه حاله. اسامی که اعلام میشود دوستان برای ملاقات به سالن ملاقات تشریف بیارن. آقایان قاسم آزادرمکی، حسن عبدالی، احمد اشبری، رحمان عبدالعلی، سینا کوبایی، میلاد شیرازی، بهادر بورگور، سعید اصفهانی، علی مسکری، سلمان امیرعلی، حمیدرضا مجیدی، محمد ماشاءالله، محمد اسماعیل‌زاده و آقای امیرعلی. همه عمرم به پای تخت سیاه و گچ و درس نقش بچه‌های مردم گذشت و تو دعام یادم رفت که بگم خدایا آخر عاقبتم رو بخیر کن، چون فکر میکردم آخر عاقبتم بخیره. مسلمون نیستم که هستم، شغلم شغل امنیا نیست که هست، دستم کج نیست که نیست، زور مردم آزاری ندارم که ندارم. پس چرا باید آخر عاقبت بخیر نشم؟ اصلا چرا باید درخواستشو داشته باشم؟ خدا جای حق نشسته. آفرین نگه تو سر زندگی من نمیذاری ولی صد نه که فکر کنی جای حق ننشسته، نه نشسته، خدا جای حق نشسته. من باد منم منم با خودش بردتم تا شدم باطل شوهر شما. الان میفهمم، الان میفهمم چی تو دعام کم بود. الان اون دعا رو واسه بچه هم میکنم. خدا خودش آخر عاقبت همه اونو به خیر کنه. اگه اون سندی رو که شما میخواین اون دخترتون امضا کنن، اگه امضا کنن، اگه اصلا همچین سندی باشه واسه تنظیم کردن، کسی از دخترتون رو امضاش خورده نمیگیره. ولی پسر من از مادرش و خواهرم و دومادم و فک و فامیل همشون میگن آهی تعهد داده که دختر به من بدید، منم به جاش میذارم بابام تو زندان ببوسه. آهی سند بده نیست. 6 ماه از روزی که شما با این وسیلت موافقت کردید میگذره، آهی پا پیش نذاشته. چرا؟
چون نمیتونه. آهی نمیتونه به شما سند بده. ولی من میدم. من سند میدم. حرفم سنده که نمیذارم بچه‌م واسه آزادی من تلاش میکنه که خونی پامال شه. حرفم سنده که نمیذارم عشق دو تا جوون واسطه ی آزادی من بشه. از خواهشن لطفاً سند و قسم به کلام خدا از آهی نخواه که بیاد بشینه باش سفره هم. من تو این زندون دارم تاوون میدم، شما اون بیرون دارین تاوون میدید. زنم داره تاوون میده. دیگه روا نیست بچه همون تاوون بدن. حد داداشت که آزاد میشه؟ سال تحویل خونه است. اولین سال تحویل بیا آقا ولی. انگار حافظه گذشتم از دست دادم. حافظه نوجوانیم. هرچی به عقب نگاه میکنم، هر خاطره مسافرتی، حرفی، هر شادی و غمی، همش با آقا ولی بوده. انگار نه انگار روزی روزگاری آقا ولی تو این دنیا نمیشناختم. این من، این عشق دیگه. کی فهمیدی عاشق شوهرتی؟ اون موقع ها تو خونه ها بنبار داشت. شب مجلس عروسیمون که تموم شد، پدر مادر من و سلمان ما رو تو در خونه با بقیه مهمونا برداغه کردن. یه خونه حیاط دار اجاره کرده بودیم. پامونه که گذاشیم تو حیاط، دیدیم آب انبار نشست کرد و خونه پر از آب شده. بزرگترها اصرار کردن فعلا تا درست شدن نشست آب انبار بریم خونه اونا، مادر من، مادر سلمان. اما سلمان قبول نکرد، گفت اینجا خونمونه، باید توش بمونیم تا آبادش کنیم. بعدم با احترام در و بس و از همه خدافزی کرد. خلاصه وقتی همه رفتن، دو تا دوشک خیس نشده بود با یه بالش جور کردیم و سلمانم چادر منو برد علم کرد رو پشت بون و اون شب و تا صبح گفتیم و خندیدیم. صبح وقتی نمازم خوندم، خوا
خوابم بود، آفتاب بیدارم کرد، چشمم رو که وا کردم دیدم دور تا دور سلمان بچه دبستانی های کلاسش نشستن و بلند بلند دارن تمرین ریاضی میکنن. سلمانم پاچه‌های شلوارش رو زده بود بالا و داشت گل لگت میکرد تا نشست آبنبار رو درست کنه. وسط گل لگت کردنم اشکالات بچه ها رو میگو. از اون بالا 2 ساعت نگاش کردم، مطمئن شدم که عاشقشم. تو کی فهمیدی عاشق شوهرتی؟ وقتی شوهرتو کشتتش. این روزا که دیگه کنارم نیست تازه فهمیدم که چقدر عاشقش بودم. این روزا که لازمش دارم تا باش مشورت کنم، ازش بپرسم بگم آقا ولی چی کار کنم. این پسره رو که به شباب مثبت دادم راستی راستی حاله منو میخواد، یه حاله رو راه رسیدن به آزادی پدرش قرار داده. تو اینطوری فکر میکنی؟ شما راه دیگه ای سراغ داریم؟ پیشنهاد بفرمایین که من جور دیگه ای فکر کنم. آره دارم، پیشنهاد دارم. سند میخوای؟ قسم میخوای؟ تا نیم ساعت دیگه در خونتم. با پسرتون میایین دیگه؟ برای پسرم میخوام عقدش کنم، برای خودم که نمیخوام. ولی اگه نیای، اگه تا نیم ساعت دیگه نیای، اون جواب مثبت رو فراموش کن. به پسرت بگو که اون جواب رو فراموش کنه. شنیدی؟ محرمه وقت کاسبی قناداس یا شب عید؟ کارگره هستم. بابات همیشه نمیگفت آدم باید سر کار خودش خودش باشه، نه کارگراش. بعدش هم میگفت اگه دل و دماغ نداری نه یا مغازه که مشتری ازت عقش نگیره. دل و دماغ نداری؟ سر آهی؟ خوبه والا، سر بده کلا بده، 2.5 قاز بالا بده، شده مسئله زندگی ما. بابا دوست نداشت هیچ وقت ما شب عید سفره هفت‌سین نداشته باشیم. گفت تا نیم ساعت دیگه میاد. مادر آهی رو میگم، نیم ساعت 5 دقیقه مونده. آره اونم تونست راضیش کنه. باید تعهد بده، باید ثابت کنی که واقعا تو رو میخواد. باید بفهمه که سر من یکی نمیتونه کلا بزنه. میخوان دختر ببرن که دست من زیر ساتورشون باشه و هر روز خون به دلش کنن. اون وقت مجبور به رضایت بشم. اون موقع که میخواد این طاهر خانم آقا قیاس جمع جور کنه. اصل اصلش اینه که میخوام تکلیف تو روشن بشه. عاشقته از باباش بگذره. بیا دختر ببره. ها چه اینه فیلسوفا ساکتی حرف نمیزنی؟ مگه فیلسوفا ساکتن؟ نیم ساعت دیگه 6 ماه گذشته و راضی نشده، حالا قراره توی این نیم ساعت که 2 دقیقهش مونده معجزه کنه. درمونم تو. اگه آخ نمی گفتی چنان این پسره رو نقره داغش می کردم که
که دیگه تو رو 6 ماه چشم انتظار نذارم. نذاشته بچه رو هنوز برای دل منی. من شوهرم بکنم بازم برای دل شما. شما رو تنها نمیذارم. قبول نکرد؟ حرف میزنی، توافق میکنی. توافق نکرد. چی بگم مامان؟ شما بهش میگی عکس باباشو پاره کنه، خودتون بود این کار میکردین؟ من که گفتم عکس باباشو پاره کنه، مثال میگم. اما من واقعیت رو میگم، نیومد، تعهد نداد، قسم نخورد، چون تو رو نمیخواد، رضایت باباشو. تو رو میخواست الان باید زنگ در خونه منو میزد. شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت. اگه سندی هم که شما میخواین وجود قانونی داشت، آهی خودش میاد امضا میکنه. آهی پسرم هم اونجاست. سلام. اومده که صداقت خودش و خانوادش رو شما زیر تهمت نبری. درد سلمان از این به بعد فقط برای من، بقیه هم اومدن برای شاهد عقل. بریم. بریم بستنی فالوده بخوریم. ها؟ بستنی ها بستنی
یه سوپرمارکت این دور و بریا. من بستنی فالوده میخورم مخلوط. آن از این بستنی فروشی سنتی ها که بستنیاش خامه داره. خامه داره. تو تازه به اینجا رسیدی، واسه گذشتن زود انگار، چیزی نگو تاوان این عشق از دست دادن بود انگار. این اتفاقی نیست وقتی حس می کنم دنیا رو دارم، روز اگه با غم گذشته یادم بیار فردا رو دارم. با حال بد با حال غمگین باید تو رو میدیدم، انگار تو سهم من از عشق بودی. میگم برای آخرین بار، با حال بد با حال غمگین باید تو رو می دیدم، انگار تو سهم من از عشق بودی. میگم برای آخرین بار، میگم برای آخرین بار. میگم شاید یادت بیارم چی شد بهت افتاد راهم، میگم شاید یادت بیارم دیوونگی هامونو با هم. با حال بد با حال غمگین باید تو رو میدیدم، انگار سهم من از عشق بودی. میگم برای آخرین بار، با حال بد با حال غمگین باید تو رو میدیدم، انگار تو سهم من از عشق بودی. میگم برای آخرین بار، میگم برای نمیه. تو چی فکر میکنی؟ فکر کردم تعارف کنم، بیام بشینم خونه آدمی که آزادیش به رضایت من بستگی داره و رضایت ندادم. رضایت ندادن مامانت، نه تو. خدا الان آدم بعد مامانمه، ولی اگه دست منم بود شاید من قسم خوردم در این باره با حرفی نزنم. پس نزن، حتی اگه دست تو بودو میتونستی. تو چرا از بابات بریدی؟ فکر نمیکردم سنگ اول تو بزنی. وقتی از بابات گذشتی یعنی چند وقت دیگه از منم میگذری؟ نه چی کار کنم؟ من به حرف بابام گفتم چشم، این ور میزنم یار گله داره، اون ور میزنم یار گله داره، کدوم ور بزنم؟
تو چی میدونی تو من چه خبره؟ تو مخلوطه، این همین فالوده بستنی که به خوردم دادی. منظورت از به خوردت دادم فالوده بستنیه دیگه، منظورت عقدمون نیست که به اجبار به خوردت داده باشه. اتفاقا حالا برو خونه، برو جون مادرت خونه، بذار انرژیم سر جاش بمونه. از این به بعد زیاد باید جواب پس بدم، جواب عشقم به تو، جواب جفام به بابامو، نظر هم به تو توضیح بدم، هم به داماد، هم به دوست، هم به دشمن. من از بابام گذشتم به خاطر تو، از تو باید میگذشتم به خاطر بابام. بابا من عاشقت شدم، از همون شب اولی که پریدم تو ماشینت، از شب دوم که در به در دنبال دایید گشتیم، از شب چهلمی که پریدی جلو ماشینم نذاشتی دایید تو له کنم، من همه این ماها عاشقت بودم. نصفم تو بودی، نصفم بابام. چرا هنوز را نرسیدی داری چنگم میزنی؟ باشه قهر باش، پس از یه چیزایی بهت بگم اساسی قهر کنی. من مادرمو تنها نمیذارم، جواب منو بده، میگم من مادرمو تنها نمیذارم. باشه، باید با مادر من زندگی کنی. باشه، من زود بچه دار نمیشم. باشه، اون مغازه و شغلم هم ول نمیکنم. باشه، هیچ وقت منو تنها نذار. گفتی باشه، باش. دلم بونه داره ولی گیر میدم به در دیوار، دلم بونه داره ولی سر تو خراب میکنم. من لوس بابامم ولی باباییمو ندارم، دلم واسه باباییم تنگ شده ولی بابایی مهربونمو ندارم. مادر چی؟ مادر نداری؟ آهی امیرعلی چی؟ امیرعلی اسمم نیست، فامیلم. آهی نداری؟ خدا نکنه. نترس، آب بود، روشنایی. پیرن باباست،
بوی عطر تنش و اد کلونش قاطی شد. بوکا روز اولی چطور بود؟ آهی؟ با هم قدم زدی؟ بله. چشم چالش رو زد و بچه مردم کار نمی کرد که؟ نه. خسیس چی؟ دستو جیبش کرد؟ بله. بابات هم نه خسیس بود نه چش چرو. خوبی که دامادم هم این باباته. مامان حالت خوب نیست؟ چرا شل حرف میزنی؟ فکر کنم از اون مرد هست که میشه راحت بهش تکه کرد. این بابات نه؟ دروغ چرا؟ پسره چسبیده به از اون داماد هست که آدم به خاطرش میتونه سرشو بالا نگه داره نه؟ ثابت کرد دوست داره ها. با گذشتن از باباش بیشتر ترسوندم. ترس مال تونل وحشته. مامان شما آرام بخش مصرف کردی؟ راستشو بگم؟ آره حتما لطفا. میخوام بدونم آرام بخش چی؟ تایر خانم راست میگفت. چی رو؟ اینکه اگه بابات بود رضایت میداد. من قضیه خالی قیاسو میدونستم، اینکه بابات بخشید و رضایت داد. شما میدونستی و رضایت ندادی؟ یه روزی با بابات رفته بودیم خرید، اوایل ازدواجمون بود، برام اوت کلون گرفت، ولی وقتی اومدیم خونه پشیمون شدم، گفتم بوش شیرینه ببر پسش بده. باباتم رفت مغازه، ولی وقتی برگشت خیلی تو هم بود. گفتم چی شده آقا ولی؟ هیچی نگفت. هی پیله کردم آقا ولی چی شده؟ چی نگفت. گفتم تو که رفتی کبکت خروس میخون. چیزی نگفت. هی پیله کردم تا بالاخره گفت. وقتی رفته بود ادخالونو پس بده، صاحب مغازه بهش گفته بود من که به دخترتون گفته بودم بوش شیرینه، برای چی خرید؟ با این حرف انگار دنیا رو کوبیده بودن سر بابات. یواشکی از آقا ولی لباس پوشیدم، رفتم مغازه ادکلن فروشی، همه ادکلناشو زدم کرد کرد. گفتم من زنشم، اون آقا شوهرمه، مردمه، افتخارمه. تو خیلی بیخود کردی که تشخیص غلط دادی. خلاصه مامور اومد بردنم کلانتری. وقتی دیدم آقا ولی با عجز و التماس داره از صاحب مغازه رضایت میگیره، اون وقت فهمیدم که عاشقش شدم. اما به مادر آهی گفتم وقتی مرد عاشقش شدم، خواستم بهش زخم زبون بزنم، وگرنه من تو همون کلانتری یا شایدم تو ادکلن فروشی عاشقش شدم. وقتی که داشتم ادکلن رو خورد میکردم، یه عمر همه مردم اختلاف سنی ما رو چپ چپ نگاه کردن، اون وقت تو میگی چرا رضایت نمیدم؟
رضایت بدم؟ نمیگن شوهر خاک نکرده، چغندر خاک کرده؟ نمیگن از خداش بوده که از شر این اختلاف سنی راحت شه؟ طاهره نمیگه؟ قیاس نمیگه؟ همین زیور مادر آهینه میگه خدا رو شکر که این زن شوهرشو دوست نداشته، رضایت داد تا شوهر من از زندان آزاد شه. مامان شما چند وقت آرام بخش مصرف میکنی؟ مامان مطمئنی خونی؟ این دواها رو زیر نظر طبیب مصرف میکنی دیگه؟ حاله پس فردا تحویل ساله، سکوت و تنهایی این خونه میکشد. بگو آهی بیاد تا تنها نباشی. آهی؟ به آهی بگم بیاد؟ اگه بیاد اون وقت مردم نمیگن قسم خورد و پای باباش با نساد و رفت چپید پیش مادر زنش و زنش؟ اونم که تو اولین عیدی که باباش زندان بود، خواهر و مادرش رو تنها ول کرد و رفت نشست سر سفره هفت سین مادر زنش؟ نمیگن ها؟ نمیگن ماما؟ همون مردمی که اگه شما رضایت میدادی میگفتن انوشه چغندر خاک کرده جای شوهرش، نمیگن؟ طاهره نمیگه؟ قیاس نمیگه؟ اون اتکلن فروشه نمیگه؟ زیور مادر آهی نمیگه؟ مردم نمیگن ها؟
رنگ بود. کیه؟ کیه؟ بارون اومده دوباره اتصالی کرده. من میرم در رو باز میکنم. کیه؟ منم. من کیه؟ اختر. اختر نمدزن. بیاس کجاست؟ اینجاست؟ با بچه‌مون اینجاست؟ این همه مدت تو سر نخی باکنم کجا بری؟ بلبل باغت بوده دیگه ها؟ ولی الان کلاغه. ببندتون چاک بیادب و راستی راستی زنشی؟ آره به جوی دونش شهرانه بگی دارم حرف علکی میزنم ماما طاهره ما آرزو به دل مرد نمرد؟ دورم شلوغ شده بلبل باغ انگورم شده کلاغ. سلام ماما طاهره، حال شما؟ احوال شما؟